با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان سلام در ادامه جلسات آموزش مسلسات میخوایم در این جلسه کارمون رو با چند تا اثبات شروع بکنیم اثبات های خیلی مهمی هستن برامون در ادامه کار هم چند تا مثال با هم حل خواهیم کرد اولین نکته ای که میخوایم باهاش شروع بکنیم و اثباتش بکنیم اینه که تانژانت آلفا به اضافه کوتانژانت آلفا برابر هستش با سکانت آلفا در کوسکانت آلفا این نکته خیلی مهم هستش در حل سوالا خیلی به دردمون میخوره و من در قالب این آوردم که میخوام براتون اثبات بکنم این قضیه رو این تصاویر رو میخوایم نتیجه بگیریم اثباتش بکنیم خب در اثباتش من از همون تعاریف اولیه که برای نسبت تانجانت و کتانجانت داشتیم استفاده میکنم میگم که تانجانت رو میتونم بنویسمش سینوس آلفا به روی کوسینوس آلفا به اضافه کسینوس آلفا تقسیم بر سینوس آلفا برابر هستش با یه مخرج مشترک براش میگیرم می, گیرم. می نویسم سینوس آلفا در کسینوس آلفا اون وقت این بالا میشه سینوس دوی آلفا به اضافه کسینوس دوی آلفا کسینوس دوی آلفا من اینو یکم میارم این طرف در در ادامه میدونیم که صورت برابر یک میشه اتحاد اول مسلساتی هستش صورت ما میشه یک و مخرج هم میشه سینوس آلفا در کوسینوس آلفا اینو تفکیک کنم میتونم به این صورت هم بنویسم یک به روی سینوس آلفا در یک به روی کوسینوس آلفا خب تعریف یک به روی سینوس آلفا و یک به روی کسینوس آلفا رو اگه به یاد داشته باشید همون سکانت و کوسکانت بودن دیگه پس این برابر میشه با کوسکانت آلفا در سکانت آلفا اینم از اثباتش اصلا کار خاصی نداشت از همون تعاریف اولیه شروع کردیم و به این تصاویر رسیدیم پس تانجانت آلفا به اضافه کوتانجانت آلفا برابر میشه با سکانت آلفا در کوسکانت آلفا بریم سراغ دومی سینوس به توان چهار آلفا به اضافه کوسینوس به توان چهار آلفا برابر میشه با یک منهای دو تا سینوس به توان دوی آلفا در کسینوس به توان دوی آلفا میخوایم این رو نتیجه بگیریم باز هم من میتونم بیام از این ترفند استفاده بکنم که بگم یه چیزی رو به عبارتم کم و زیاد بکنم الان میبینی که چرا این کار رو انجام خواهم داد میام سینوس به توان چهار رو می نویسم سینوس به توان دو به دو یعنی سینوس آلفا به توان دو به دو به اضافه کوسینوس به توان دو آلفا به توان دو به دو خب گفتم که یه چیزی رو بهش اضافه کم می کنم چون من در عبارتم این قسمت رو دارم میبینم میتونم توش... توی ذهنم اینو تداییش بکنم و از این ترفند استفاده بکنم چرا از این ترفند استفاده میکنم ببینید اگر من داشته باشم سینوس آلفا به اضافه کوسینوس آلفا به توان دو این مساوی میشه با سینوس دوی آلفا به اضافه کوسینوس دوی آلفا به اضافه دو تا سینوس آلفا در کسینوس آلفا دو تا سینوس آلفا در کوسینوس آلفا خب اما اگه داشته باشم سینوس به توان دوی آلفا به اضافه کسینوس به توان دوی آلفا به توان دو این برابر میشه با سینوس به توان چهار آلفا به اضافه کسینوس به توان چهار آلفا به اضافه دو تا سینوس به توان دوی آلفا در کوسینوس به توان دوی آلفا ا همون عبارتی که اینجا ظاهر شد یعنی ببینید همین الان سینوس به توان چهار کوسینوس به توان چهار پس من میام چیکار میکنم این عبارت رو بهش کم و زیاد میکنم یعنی به اضافه دو تا سینوس به توان دوی آلفا کسینوس به توان دوی آلفا و منهای اینو میکنم سینوس دوی آلفا کسینوس دوی آلفا که عملا این دوتا با هم خونسا میشن دیگه صفر میشن اما من از این تعریف میتونم اتحاد رو بیام براش بنویسم که میشود سینوس دوی آلفا به اضافه کوسینوس دوی آلفا به توان دو به توان دو منهای دو تا سینوس دوی آلفا کسینوس دوی آلفا یعنی اینا رو با هم میگیرم که میشه همون اتحادی که اینجا نوشتم یعنی از این استفاده کردم پس میدونیم که سینوس دوی آلفا به اضافه کوسینوس دوی آلفا اتحاد اول هستش و برابر میشه با یک پس این میشه یک در نتیجه حاصل ما میشه یک منهای دو تا سینوس دوی آلفا کوسینوس دوی آلفا یعنی از کجا شروع کردیم؟ از اینجا که سینوس به توان چهار آلفا منها... ببخشید به اضافه کوسینوس به توان چهار آلفا مساوی مساوی اگه این انتخاب بشه خب مساویه یک منهای دو تا سینوس دو آلفا کوسینوس دو آلفا هستش که در جای خودش این هم برای ما کاربرد داره در حل سوال ها پس به این نتیجه رسیدیم یکم هوشمندی به خرج باید بدیم و سومین اثباتی که میخوایم با هم انجام بدیم میگم که سینوس به توان شش آلفا به اضافه کوسینوس به توان شش آلفا برابر هستش با یک منهای سه تا سینوس دوی آلفا کوسینوس دوی آلفا خیلی پرکاربرد هستند این سینوس به توان 4 به اضافه کسینوس به توان 4 و سینوس به توان 6 به اضافه کسینوس به توان 6 اینا خیلی پر کاربرد هستن خب من اینجا بازم میخوام از اتحاد استفاده بکنم میام می نویسم سینوس به توان 2 آلفا به توان 3 به اضافه کسینوس به توان 2 آلفا به توان 3 که همون سینوس 6 و کوسینوس 6 میشه برابر هستش با میتونم اینجا چون اینا به توان سه رسیدن چه اتحادی به مد نظرتون میرسه بله اتحاد چاق و لاغر پس من میتونم اینجا بیام بنویسم سینوس به توان دوی آلفا به اضافه کوسینوس به توان دوی آلفا در اولی به توان دو میشه سینوس به توان چهار آلفا بعد منهای اولی در دومی که میشه سینوس دوی آلفا در کوسینوس دوی آلفا به اضافه دومی به توان دو کوسینوس به توان دوی چهار دیگه چون به توان دو میرسه کسینوس به توان چهار آلفا خب همین جایی کار اینو برابر یک میذاریم چون سینوس دو به اضافه کسینوس دو برابر یک هستش این از این بعد در اثبات بالا یعنی اثبات دومی نتیجه گرفتیم که سینوس به توان چهار به اضافه کسینوس به توان چهار میشه یک منهای دو تا سینوس دوی آلفا کسینوس دوی آلفا خب یه دونه هم منفی سینوس دوی آلفا کسینوس دوی آلفا از اینجا دارم که برابر میشه با یک منهای سه تا سینوس دوی آلفا کسینوس دوی آلفا یک منهای سه تا سینوس دوی آلفا کسینوس دوی آلفا به همین راحتی برامون قابل اثبات هستش بریم سراغ اثبات چهار روم. اثبات چهار میگم که خب سکاند به توان دوی آلفا به اضافه کسکاند به توان دوی آلفا برابر هستش با سکاند دوی آلفا در کسکاند دوی آلفا نتیجه خیلی خوبیه نتیجه خیلی خوبیه این برای ما جمع این دوتا تبدیل بشه به ضربشون خب میام از تعریف سکانت و کوسکانت استفاده میکنم سکانت که هستش یک به روی کوسینوس پس به دوش میشه یک به روی کوسینوس کوسینوس دوی آلفا به اضافه یک به روی سینوس دوی آلفا یه مخرج مشترک بگیرم سینوس دوی آلفا کوسینوس دوی آلفا اینجا هم میشه سینوس دوی آلفا به اضافه کوسینوس دوی آلفا امیدوارم که مخرج مشترکگیری رو بلد باشید خب این برابر میشه با یک این هم میشه سینوس دوی آلفا در کوسینوس دوی آلفا دوباره میتونم بنویسم یک به روی کوسینوس دوی آلفا در یک به روی سینوس دوی آلفا که برابر میشه با سیکان دوی آلفا در کسیکان دوی آلفا ببر کسینوس نوشتیم کسیکان کو... دوی آلفا این هم از اثبات این مورد و مورد پنجم خیلی مهم هستش و پرکاربرد حتما اینو باید به یاد داشته باشید کوتانجانت آلفا منهای تانژانت آلفا برابر هستش با دو تا دو آلفا دو تا کوتانجانت دو آلفا بریم سراغ اثباتش کوسینوس آلفا به روی سینوس آلفا منهای سینوس آلفا به روی کوسینوس آلفا تعریف کتانجات و تانجانت هستش دیگه یه مخرج مشترک میگیرم سینوس آلفا کوسینوس آلفا این بالا میمونه برا ما کوسینوس دوی آلفا منهای سینوس دوی آلفا برابر هستش با خب کوسینوس دوی آلفا منهای سینوس دوی آلفا رو از روابط دو برابر کمان میتونم بنویسم به این شکل یعنی می گفتیم که کسینوس دو آلفا برابر هستش با کسینوس به توان دوی آلفا منهای سینوس به توان دوی آلفا یا برابر هستش با یک منهای دو تا سینوس دوی آلفا یا برابر هستش با دو تا کسینوس دوی آلفا منهای یک میتونستیم برای کسینوس دو آلفا اینو بنویسیم خب پس من از اینجا میتونم بنویسم این رو کوسینوس دو آلفا سینوس آلفا در کوسینوس آلفا رو هم میتونم بنویسم یک دوم سینوس دو آلفا چون که میگفتیم دو تا سینوس آلفا در کوسینوس آلفا برابر هستش با سینوس دو آلفا در نتیجه من سینوس آلفا در کوسینوس آلفا رو میتونم بنویسم یک دوم سینوس دو آلفا خب این برابر میشه با این یک دوم مخرج دور به دور نزدیک به نزدیک بکنیم میشه دو تا کوسینوس دو آلفا تقسیم بر سینوس دو آلفا میشه کتانژانت دو آلفا اینم برای ما اثبات میشه میشود کوتانجانت دو آلفا اینا رو هم این بغل بذارم پس کتانجانت آلفا منهایی تانجانت آلفا برابر استش با دو تا کتانجانت دو آلفا یه نکته مهمی رو هم اینجا بگم بهتون که خیلی هم تستخور ملسی داره اینه که سینوس آلفا به اضافه کوسینوس آلفا رو ما میتونیم بنویسیم رادیکال دو در سینوس آلفا به اضافه پی چهار روم آلفا به اضافه پی چهار روم یا اینکه میتونم بنویسم رادیکال دو کوسینوس آلفا منهای پی چهار روم آلفا من های پی چارم و همینطور برای سینوس آلفا من های کوسینوس آلفا میتونیم بنویسیم رادیکال دو در سینوس آلفا میل های پی چهارم یا منفی رادیکال دو در کوسینوس آلفا به اضافه پی چهارم این دوتا نکته رو هم به یاد داشته باشید که گفتم تست خوره خیلی ملست داره حالا من کتانجانت آلفا منهای تانجانت آلفا رو براتون اثبات کردم یه تمرین به خود شما ها میدم که اینو اثباتش بکنید از همین روشی که من رفتم همینو برید به نتیجه میرسید یعنی تانجانت آلفا به اضافه کتانجانت آلفا نتیجهش میشه دو به روی سینوس دو آلفا خیلی راحت اثباتش اینم خودتون حلش بکنید به همین روشی که من اینجا انجام دادم شما هم میتونید این رو انجام بدید خب بریم سراغ مثال سراغ مثال هامون مثال یک میگم که عبارت مقابل را بر حسب تانجانت آلفا بنویسید عبارت ما هستش آ مساوی سکام به توانشش شش آلفا منهای سه تا سینوس به توان دوی آلفا در سکانت بتوان چهار آلفا بیایم یعنی ببینیم اینو باید به چه شکل بنویسید. خب سکانت بتوان شش آلفا منهای سه تا سینوس بتوان دوی آلفا در سکانت بتوان چهار آلفا همین ابتدایی کار اجازه بدید من یک سکانت بتوان چهار از این فاکتور بگیرم یعنی آ برابر استش با سکانت به توان چهار آلفا در سکانت به توان دوی آلفا منهای سه تا سینوس دوی آلفا داخل پارانتز برای ما میمونه داخل پارانتز برای ما میماند خب بعد بیام از اینجا من بگم که آ برابر هستش با این سکانت رو میتونم من بیام بنویسم یعنی سکانت به توان دوی آلفا رو میتونم بیام بنویسم یک حالا بذار بریم اینجوری جلو که سکانت به توان دوی آلفا به توان دو در سکان به توان دوی آلفا به توان دو در اینم میتونم از اینجا بنویسم بذار بنویسم برم جلو سکان به توان دوی آلفا منهای سه تا سینوس دوی آلفا خب میخوام این کار رو انجام بدم آ برابر هستش با این سکانت به توان دو رو میخوام بنویسم یک به اضافه تانجانت دوی آلفا به توان دو در این یکی هم مینویسم یک به اضافه تانجانت دوی آلفا میدونی که چرا این کار انجام دادم یک به اضافه تانجانت دوی آلفا منهای 3 در سینوس دو رو هم مینویسم یک منهای کوسینوس دوی آلفا کوسینوس دوی آلفا ببینید سکانت آلفا برابر هستش با یک به روی کوسینوس آلفا در نتیجه سکانت دوی آلفا برابر هستش با یک به روی کوسینوس دوی آلفا که اینم برابر هستش با یک به اضافه تانجانت دوی آلفا از این استفاده کردم از این استفاده کردم اینجا خب اینو نوشتیم بعد بیایم جلو مم... نوشتم سه منفی سه در یک های کوسینوس به توان دو آلفا خب پس اینجا می... یکی به اضافه تانژانت دوی آلفا به توان دو در یک به اضافه تانژانت دوی آلفا منهای سه به اضافه سه تا کسینس دوی آلفا کسینس دوی آلفا که دوباره من کسینس دوی آلفا رو میتونم بیام بنویسم اینجا میشه دوباره همین یک به اضافه تانجانت دوی آلفا منهای سه منهای سه بهضافه سه به روی یک بهاضافه تانجانت دوی آلفا میتونم اینو بنویسم به این صورت از همون نتیجه بالایی پس در نتیجه همینجا یک و منفی سه رو هم بنویسم منفی دو پس آ برابر هستش با یک به اضافه تانجانت دوی آلفا به توان دو در از اینجا میمونه برای ما یه دونه تانجانت به توان دوی آلفا به اضافه تانجانت به دمان دوی آلفا به اضافه سه تا یک به اضافه تانجانت دوی آلفا منهای دو منهای دو در ادامه من میتونم بنویسم آ برابر هستش با یک به اضافه دوی آلفا در یک به تانژانت دو دوی آلفا در تانژانت دوی آلفا به سه تا یک به اضافه دو دوی آلفا منهای دو یکی از اینا رو میام من این داخل پخش میکنم پس آ برابر هستش با یک به اضافه تانژانت دوی آلفا در تانژانت دوی آلفا در یک به اضافه تانژانت دوی آلفا به اضافه سه با مخرج میره منهای دو در یک به اضافه تانژانت دوی آلفا اینو از اینجا میتونم به این شکل بنویسم بعد میتونم بیام بنویسم یک به اضافه تانژانت دوی آلفا در اینجا بیام بنویسم تانژانت دوی آلفا به اضافه تانجانت به توان چهار آلفا منهای سه به اضافه سه دیگه به اضافه سه منهای دو منهای دوتا تا تانجانت دوی آلفا خب اینجا نتیجه که برای ما میمونه این دوتا با همیشه مثبت یک و تانجانت دوی آلفا من های دو تا به توان دوی آلفا میشه منفی تانجانت آلفا پس میشه تانژانت به توان چهار آلفا من های تانجانت به توان دوی آلفا به اضافه یک این پشتم که یک به اضافه تانجانت دوی آلفا رو داشتم دوباره میام اینو پخشش میکنم میشود تانژانت به توان چهار آلفا منهای تانژانت به توان دوی آلفا به اضافه یک به تانژانت به توان شش آلفا منهای تانژانت به توان چهار آلفا به اضافه تانژانت به توان دوی آلفا خب تانژانت به توان چهار منفی تانجنت به توان چهار میپره بریم سراغ مثال دوم میگه که از رابطه مقابل کوسینوس آلفا را محاسبه کنید سه تا سینوس آلفا به اضافه چهار تا کسینوس آلفا برابر پنج هستش میخوایم کسینوس آلفا رو از این رابطه محاسبهش بکنیم خب میگیم که سینوس دوی آلفا به اضافه کسینوس دوی آلفا برابر یک هستش در نتیجه کسینوس دوی آلفا برابر هستش با یک منهای اینجا سینوس داده پس من به سینوس رو بنویسم سینوس دوی آلفا برابر هستش با یک منهای کوسینوس دوی آلفا در نتیجه سینوس آلفا برابر هستش با رادیکال یک منهای کسینوس به توان دوی آلفا حالا با مثبت منفیش پس اینجا من میتونم بنویسم سه تا رادیکال یک منهای کوسینوس به توان دوی آلفا به اضافه چهار تا کوسینوس آلفا برابر پنج هستش برابر پنج خب میام در حل معادلات اگه یادتون باشه یه همچین چیزهایی رو داشتید هنوز وارد معادلات مسلساتی نشدیم ولی اینو میتونیم به راحتی حلش بکنیم که سه در رادیکالی که منهای های کوسینوس دوی آلفا برابر هستش با پنج منهای چهار در کوسینوس آلفا اگه من اینجا مثبت منفیشم در نظر می گرفتم در ادامه کار برامون خیلی فرقی نمیکرد. چون که من میخوام اینو به توان دو برسونم میخوام اینو به توان دو برسونم پس در نتیجه این میشه نه در یک منهای کوسینوس به توان دوی آلفا مساویه اینم اینجا میشه پنج منهای چهار تا کسینوس آلفا به توان دو که برابر میشود با بذار در کل بنویسم نه منهای نه تا کسینوس به توان دوی آلفا برابر استش با 25 و پنج منهای شانوزده تا کسینوس به توان دوی آلفا منهای دو 20 میشه چهل چهل تا کسینوس آلفا چهل تا کسینوس آلفا خب منفی 16 تا کسینوس دو آلفا اینجا هستش البته منفی چرا مثبت باید بشه دیگه چون به توان دو رسیدیم میشه مثبت خب 16 تا اینجا 9 تا هم این طرف تساوی دارم که میتونم بیام بنویسم 25 تا کسینوس به توان دو آلفا منهای چهل که از اونجا داشتم چهل تا کوسینوس آلفا بعد بیست و پنج و نو هم که چون هم علامت هستن از هم کم بشن میشه شانوزده شانوزده خب اینو من میتونم بیام بنویسم عدداش رو که خیلی آشنا هستم برا من میتونم بیام بنویسم اینو اتحاد بشه برام یعنی پنج تا کوسینوس آلفا منهای های چهار به توان دو بیام بنویسم اینم که برابر صفر میشه دیگه همه رو جمع کردم یک طرف برابر صفر میشه و اینم اتحاد هستش برابر صفر و از اینجا میتونم بیام بنویسم پنج تا کوسینوس آلفا برابر چهار میشه پس کسینوس آلفا برابر میشه با چهار پنجم کسینوس آلفا برابر میشه با چهار پنجم سال خیلی خوبی بود سال خیلی خوبی بود من خودم که لذت بردم از این سال واقعا بریم سراغ مثال سوم حاصل عبارت مقابل را به دست آورید همه اینا رو در جزوه مرتب قرار دادم کتانجانت به توان دوی پانوزده درجه منهای تانجانت به توان دوی پانوزده درجه مساوی چند میشه؟ خود من که اولین بار این سال رو چند سال پیش دیدم واقعا از حلش لذت بردم این سال دقیقا یادمه برای همینم در اینجا انتخابش کردم واقعا سال لذت بخشی بود برای من اون موقع که حالا زیاد بلد نبودم حلش کردم خیلی لذت بردم از این سال خب کوتانجانت جانت به توان دوی پانزده درجه من های تانجانت به توان دوی پانزده درجه توان دو بعد من ها میتونم از اتحاد مزدوج استفاده بکنم بنویسم کوتانجانت جانت به توان دوی آلفا من های تانجانت به توان دوی آلفا مساوی استش با کوتانجانت آلفا من های تانجانت آلفا در کوتانجانت آلفا به اضافه تانجانت آلفا اتحاد مزدوج هستش دیگه در اثبات های بالا من بهتون یه چیزی رو گفتم گفتم که این برابر هستش با دو تا کوتانجانت دو آلفا و جمعش برابر هستش با دو به روی سینوس دو آلفا اینو بهتون گفتم درسته؟ پس من میتونم بیام بنویسم اینو یعنی کتانجنت به توان دوی آلفا منهای تانجنت به توان دوی آلفا رو بیام بنویسم دو تا کتانجنت آل... دو آلفا در دو تا سینوس دو آلفا کتانجانت رو می نویسم دو تا کسینوس دو آلفا تقسیم بره سینوس دو آلفا اینم از اینجا می نویسم دو به روی سینوس دو آلفا. به این صورت من میتونم بنویسم این رو در ادامه من میتونم اینو بنویسم چهار تا کوسینوس دو آلفا تقسیم بر سینوس به توان دوی دو آلفا آلفای ما پانوزده درجه هستش پس چهار تا کسینوس پانوزده ضرب در دو میشه سی درجه تقسیم بر سینوس به توان دوی سی درجه تموم خب اینکه چهار ضرب در کسینوس سی درجه میشه رادیکال سه دوم اینم که سینوس سی درجه میشه یک دوم به توان دو برابر میشه با این دوتا رو با هم بزنم دو رادیکال سه تقسیم بر یک چهار روم که برابر میشه با هشت رادیکال سه هشت رادیکال سه که من اینجا گزینه ها رو بهتون ندادم اما اون سالی که من حد کردم گزینه داشت که هشت رادیکال سه نبود به تقریب حالا اگه بخوام بنویسم هشت ضربه در رادیکال سه میشه یک ممیزه هفت خب این برابر میشه با 13 ممیز 6 عددش هم یادمه دقیقا 13 ممیز 6 این از حل این سوال خوب که من خودم خاطره خوبی از این سوال دارم امیدوارم که لذت برده باشید در جلسه بعدی میریم سراغ معادلات مسلساتی و بحث مهم معادلات مسلساتی که با هم خواهیم داشت. کلا در بحث توابع همیشه معادلات رو ما داریم، معادلات توابع رو حل معادله رو برای توابع مختلف که خیلی برای ما مهم هستش. منتظر جلسه بعدی باشید. همه ای اینا رو هم در جزوه قرار دادم میتونید از لینک زیر که در دیسکریپشن گذاشتم جزوه رو از وبسایت من تهیه بکنید تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار